حکمت الهی بر این شد که محمد علیه السلام فرزندان پسرش باقی نمانند و باز هم مدعیان دین، سفیهان خراف پرور از یک طرف و فتنه جویان و دشمنان دین از طرف دیگه آمدند گرد خانواده پیامبر نشستند. بعضی از افراد پیامبر، خانواده پیامبر، از اونها نه امامان نه پیامبران بلکه آلهه‌ای ساختن در لباس بشر، که خمینی هندی میاد میگه که اگر ائمه آسمان ها را فوت کنند باید میبرشون. محمد علیه السلام در جنگ دندانش میشکنه، خونی میشه، پیشانیش ضربه میخوره، نمیتونه آسمان را فوت کنه باید ببرشون. اما این حیلگران، این بدعت آوران، این دشمنان دوست نما، نخیر، چرا اینقدر باد میکنن؟ برای که خود جاشون بشینن. اما بر یک عاقل میبینه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرزند نداره. خب یکی از حکمتاش همینه که این بازی ها رادیو فرزندان او صورت نگیره و براشون ادعای نبوت نکنن. اما خداوند بهش فرزند ذکور داد تا هم از طرف دیگه سخن دهان یاوه گویان رو ببنده و تکمیلی برای فطرت بشریش باشه و نیاز انسانیست که باید برآورده بشه، تا اینکه در کمال رجولتش شیاطینی که اینجا و اونجا سربلند میکنند نقطه‌ای پیدا نکنند و بعد هم اونها رو، هم بچه ها رو در بچه در کودکی پیش خودش برد. و همچنین از طرف دیگه خود این موضوع تسلی باشه برای کسانی که محمد الگویشونه و فرزندشون پسر دختر در بچگی از بین میره، و این خودش یک نوعی از انواع ابتلاه، از دست دادن فرزند دلبند چیز آسانی نیست. و رضا خداوند از این رژیم و از این ولایت بازانی که بین فرزندان و مادرانشان، بین پدران و فرزندانشان، بین افراد ملت جدایی افکنده اند، دوری افکنده اند، اونها خودشون را به این سرنوشت گرفتار کند و ملت را از شرشون راحت کند. در کدوم کشور منطقه در دنیا جز در دولت قاسم صهیونیستی 7-8 میلیون انسان سرگردانه خارج از وطن خودش؟ 5-6 میلیون نفر. خب اون که علنن یه اومده غصب کرده، اما شما چی؟ شما هم غصب کردی؟ ایران رو غصب کردید؟ نه، کشور رو غصب کردید؟ بله، عملتون اینو نشون میده.